سلام، امیدواریم که حال همگی خوب باشه. امروز اومدیم با هم بحث کنیم و جلوی همه با هم دعوا کنیم. آره، امروز اومدیم در مورد یه تاپیک جالب صحبت کنیم. موضوع بحث و دعوا، واقعا دعوا اینه که خونه بخریم یه ذره اونورتر از مرکز شهر، آپارتمان بخریم همینجا تو مرکز شهر. کدومش؟ هر کدومش یه سری موارد مثبت داره، یه سری موارد منفی داره. یه چیزایی که توشون خوبه، یه چیزایی که بده. حالا سارا فکر کنم در مورد آپارتمان هم صحبت کنه، بعد من در مورد خونه حرف می‌زنم، چون سارا بیشتر تمایلش به آپارتمان نزدیک مرکز شهره. من تمایلم به یه خونه دورتر از مرکز شهر. البته من اینو بگم که من قبلا مثلا به آپارتمان خیلی بیشتر علاقه من بودم، الان واقعا هرچی میگذره من خیلی بیشتر به خونه علاقه من میشم. یعنی من احساس میکنم که الان خونه داشتن خیلی خیلی بهتر، ولی خب اینطوری نیست که الان مثلا ما بگیم همینطوری خودمون رو چیدیم تا آسمون، ولی خب داریم بهش فکر میکنیم و داریم براش برنامه ریزی میکنیم و مهمه که براش تصمیم بگیریم، فکرمون رو بکنیم که بالاخره چی میخوایم انتخاب کنیم. ولی فکر میکنیم که از این که از نظرات شما هم استفاده کنیم خیلی میتونه کمک کنه، به خاطر اینکه خیلی انتخاب سختیه واقعا. من بلند مدت دیگه درست از الان برنامه ریزی میکنیم تا حالا آمادگیشو به دست بیاریم. من فکر میکنم که یک موضوع اصلی اینه، اولا که خونه توی دابلین خیلی خونه و توی ایرلند خونه کلا خیلی گرونه. یعنی من یادمه که پارسال گفتن که دابلین گرونترین شهر دنیا توی مسکن شده. در مورد وام خونه اول فکر کنم توضیح بدیم که بگیم که چجوری میتونیم هزینه ها رو کاور کنیم تا بیشتر در مورد انتخاب بعدش صحبت کنیم. وام مسکن اونجا اینجوریه، شما حالا چه با عنوان یه نفر چه دو نفر با هم دیگه وقتی بخواید وام بگیرید، به اندازه حقوقتون 3.5 برابرش میتونید وام بگیرید. یعنی حقوق سالیانه شما هر چقدر که هست، مثلا فرض کنید سالی 100,000 تا مثلا دارین حقوق میگیرین دو نفر، یا مثلا یه نفر داره مثلا 30,000 تا حقوق میگیره یا هر چقدر، این ضرب در 3.5 میشه و اونقدر به شما وام میده. یک محدودیت دیگه هم هست، اونم قیمت خونه است. یعنی اگر مثلا قیمت خونه 200,000 یورو باشه، شما تا سقف 90% اون 200,000 یورو بهتون وام میدن به عنوان کسی که بار اول دارید خونه میخرید. ولی اگر که خونه قیمتش بیشتر باشه، مثلا 500,000 تا باشه و شما مثلا سقف 3.5 برابر حقوقتون بشه 350,000 تا، بیشتر از اون دیگه بهتون وام نمیدن، تا همون 350,000 تا وام میدن. بچه همونطور که میبینید اینجا نه تنها بهار تو و تابستون شروع نشده، بلکه هر روزی که تهران 34 درجه است ما اینجا با کاپشن نشستیم و دندونامون داره به هم میخوره. و عددی که گفت در مورد مجموع حقوقا قبل از مالیاته، یعنی اگر قبل از اینکه هیچ گونه مالیاتی به حقوق شما اعمال بشه. خب ببینید، من براتون یه شفاف سازی بکنم. اینجا باید حداقل بالای 650 تا پول داشته باشید تا واقعا بتونید یه خونه یا آپارتمان به درد بخور بخرید. ولی چون که اون عدد خیلی زیاده نسبت به مقدار حقوقا، من دارم میگم نسبت به مقدار حقوقا، بچه اینجا ما به یورو حقوق میگیریم و با آمریکا مقایسه نکنید. آمریکا بالای 100-120 تا حقوق میگیرد و اون دلاره که مثلا کسی که 100 تا توی آمریکا حقوق میگیره 80,000 یورو داره میگیره و 20% رو باید کم کنید و هزینه های اینجا با هزینه های آمریکا متفاوته. توی ایرلند یک نرم حقوقی وجود داره که پایین هم هست، اصلا متوسط حقوق پایینه. این شفاف سازی و آدما معمولا رنج حقوق مثلا خونه 200 تا 300 خورده ای رو میتونن وام بگیرن و خونه بخرن، اینم یه شفاف سازی دیگه. ولی فرض میکنیم که من دارم در مورد یه خونه 500,000 تومانی صحبت میکنم. چرا؟ چون که آپارتمانی که شما بخواید بخرید که نوساز، نمیگم نوسازی که خیلی گرونه، خونه نوساز اصلا یه خوابه
واقعا اطراف بالای 600 خورده ای، اصلا پیدا نمیشه اطراف دابلین. من دارم در مورد محوطه دابلین هم صحبت میکنم، شهرهای دیگه کمی قیمت پایین تر ولی همچنان گرفته. ولی توی خود مرکز شهر دابلین یا آپارتمان دو خوابه که از عمرش هم زیاد نگذشته باشه، مثلا 10 سال 15 سال گذشته باشه، بچه ها اینا خیلی نیست اینجا. اینجا خونه ها بالای 100 سال خیلی هاشون. بنابراین من دارم در مورد یه خونه هایی صحبت میکنم که ایدئال اینجاست. یعنی 10 ساله تقریبا نوساز حساب میشه. آره، تقریبا نوساز حساب میشه هنوز. و با شکل خوب باشه، وسایلش بهتر باشه و همه چی، و معمولا خونه فرنیشته. یعنی که وسایل خونه توشه و مثلا مبله شده است. تقریبا یه جای خوب توی مرکز شهر دابلین 400 خورده ای، نه واقعا 380 تا 400 خورده ای تا 500 میتونه باشه و شاید حتی بیشتر هم باشه ها. میگم بازم نسبت متراژ و عمرش و وسایلش و جاش همه چی متفاوته. من دارم در مورد یه محله نسبتا خوب و یه خونه نسبتا خوب، یه در مورد آپارتمانی مثلا 70 تا 80 متری صحبت 60 تا 80 متری صحبت میکنم، چون باز نسبت جا تغییر میکنه. این یه آپشنه. و چرا من میگم؟ به خاطر اینکه مرکز شهر واقعا اینطوریه که خب تو همه چی زودی میرسی، که زودی پیاده به همه چی میرسی. و من فکر میکنم یکی از دلایل این که من اینقدر دوست دارم به خاطر اینکه ما هنوز ماشین نداریم. و چرا ما ماشین نداریم؟ چون ما نمیخوایم ماشین بخریم که از زمانی که میخوایم برای وام خونه اپلای کنیم اینو از قسطمون کم میکنه، از میزان وامی که میتونیم بگیریم کم میکنن. یعنی قسط هایی که شما قبلا دارید حساب میکنن، از میزانی که شما میتونید پرداخت کنید کم میکنن و وام کمتری براتون تعلق میگیره. بنابراین ما الان نمیخوایم ماشین بخریم تا قبل از اینکه خونه بخریم. یعنی در واقع میخوایم هیچ قسطی نداشته باشیم که بتونیم اون سقف وامو بگیریم. و من فکر میکنم که یکی از دلایل اینکه من اینقدر مثلا فکر میکنم اینه که هنوز داشت ماشین نداریم و لایف استایل ما قشنگ تو ذهن من عوض شده بدون ماشین و اون ماشین. و کلا من از ساختمونه بلند خوشم میاد، من از شلوغی خوشم میاد و من زودی دوست دارم به مغازه برسم. پاساژا و مرکز خرید و زودی بهش برسیم، پیاده بتونه راحت بره. ولی خونه خب مزایای خودش رو داره. شما وقتی که خونه داریم میخریم، دارین یه اولا که زمینش مال خودتون میشه، بعد اینکه آره، بعد مثلا شما میتونین که وقتی خونه رو میخرین هر کاری دلتون بخواد توش انجام بدین. میتونین اکثرا خونه حیات داره، اکثرا خونه حیات دارن، شما میتونین تو حیاتش چه میدونم باغچه‌ای بزنی یا مثلا باربیکیو بذاری یا صندلی بزنین، یه موقع برین بیرون بشینی تو محوطه اختصاصی خودت باشی. بعد تو خونه خودت میتونی هر چقدر دلت خواست سر صدا کنی، کسی نمیتونه بهت کاری داشته باشه. تو آپارتمان بهتون گیر میدن، ولی اگر خونه ای باشه که حالا از هیچ سمتی همسایه نداشته باشه، مخصوصا کسی بیرون کاری نداره، شما سر صدا میکنی، شلوغتون میکنی. تو خونه معمولا بزرگتره، دو خوابه هن، معمولا سه خوابه هن. و به حال یه فضای بیشتری دارم معمولا. ولی اگه بخواین این خونه رو بگیرین، ما با همین قیمت یه چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که وسط مرکز شهر اولا خیلی سخت پیدا میشه و دوم اینه که خیلی گرون‌تر. در نتیجه و اینکه اصلا مرکز شهر خیلی منطقه مسکونی این شکلی شاید که آروم باشه و خونه جدا جدا دیتچ داشته باشه سخت‌تر پیدا میشه دیگه. ولی باید دارید مثلا و قیمتش هم خیلی زیاده ای پیدا شد. مثلا میلیون یورو اینجا قیمتشه، یه میلیون دو میلیون یورو قیمت یه خونه است. تازه نه یه خونه ای که بگم مستقل باشه، از هیچ سمتی همسایه نداشته باشه، خونه هایی که هم چسبیدن و معمولا حالا یه همسایه از یه طرف داره. آره مثلا بهش میگن سمی دتچ، یعنی از یه سمت همسایه داره. کلا خونه چند نوعه؟ دتچد هاوس یعنی یه خونه‌ای که مستقل است، هیچ سمتی همسایه نداره، دورش حیاته. سمی دتچد یعنی از یه سمتش وصله، از یه سمت نیست، یه جوری به یه همسایه‌ای وصله. یه سری خونه‌ها هم هستن که تریسن، یعنی می‌بینی که یه بلوک یه ساختمونه که از توش مثلا 4 تا خونه درآوردن، ولی شما مثلا همسایه بالایی دیگه نداری، یه دو طبقه مثلا درآوردن، 3 تا 2 طبقه به هم چسبیده، بهش میگن تریس. اونی که اولشه و اونی که آخرشه هم بهش میگن بگین آف ده تریس، اند آف ده تریس. من واقعا داشتم نگاه میکردم حالا اینجا الان همه اطرافمون آپارتمان، حالا خیلی شاکیسته ولی
خیلی شما آپارتمان واقعا خیلی پایین تر هست بودن. ولی چیزی که هست بچه خونه هم لازم نیست مثلا فاصله ها بگیری، یعنی مثلا با 10 دقیقه درایو، با 10 دقیقه رانندگی، یا سوار قطار محلی داخلی شدن، یا سوار مترو روی زمینی شدن، میرسی به اون جایی که بتونی یه محله مسکونی خیلی خیلی خوشگل باشه و خیلی خیلی آروم، چون که اینجا مرکز شهر واقعا صدای آسفالت اینجا بی نهایت زیاده، یعنی بی نهایت زیاده، و خب صدای همه وسایل نقلیه هست. اگه شما تو مجتمع باشین مثل ما، یا صدای قطار میاد، یا صدای مترو زمین داره میاد، یا صدای ماشین داره میاد و خیلی چیزای دیگه. ولی خب مناطق مسکونی معمولا کورت، یعنی اینطوری محوطه بسته خیلی آروم‌تره، خیلی خوشگل‌تره، فضاسازی‌هاش خیلی قشنگ‌تره، امنیتش خیلی زیادتره خیلی موقع‌ها. و میگم فاصله لازم نیست مثلا فاصله ها بگیرید. من تو این چند وقت زیاد توی این اینستاگرام گذاشتم مناطق مسکونی خوشگلی رو که پایین خونه ما حتی هست، و مثلا حتی پیاده از اینجا با فاصله مثلا نیم 40 دقیقه 45 دقیقه پیاده و یا مثلا 10 دقیقه درایو واقعا میتونید به محله خوشگلی برسید که با 500 تا میتونید یه خونه 70-75 متری توش بخرید و بیشتر از اینم واقعا نمیتونید، چون که گفتم واقعا خونه باید بالای 650 تا مینیمم پول داشته باشین، یعنی واقعا سخته اینجا خونه خریدن. مثلا اینجا اکثرا مستاجرم، و یه چیزی بگم که اینجا خونه تورم داره، یعنی هر سال گرون میشه و موزله کاملا اینجا براش راه پیمایی میشه. الان موزله شدیدی بعد از کرونا مطرح شده، دولت دعوا سرش، آره، و مثلا مسئله است قشنگ اینجا. ولی واقعا من و علی بحث ها میکنیم هر دفعه، و من هر دفعه و علی هر دفعه من میگه بیبریم مثلا این محله رو ببینیم، و اینکه سرگرمیامو واقعا شده اینکه میبینیم محله های اطرافمون رو نگاه میکنیم، خیلی خوشگلن و حتما ازشون فیلم میگیرم براتون. ولی من هر دفعه که میرم علی من اصلا دیگه از اینجا نمیام، اصلا خونمونو همین الان هم بیاریم اینجا، اصلا چرا ما اونجا نشستیم؟ چقدر قشنگه، چقدر اینجا خوبه، قدر... علی اینجا بهترین جای دنیاست. بعد برمیگردیم همینجا دم خونمون میگم علی ولی خونه خودمون یه چیزه، اصلا گرند کانال یه چیزه دیگه است، اصلا همینجا یه چیزه دیگه. ببین یه دقیقه ای میرسیم به خونه، ببین این بحث یعنی همیشه بین من و علی هست و واقعا نمیدونیم چجوری به یه نقطه نظری برسیم، چون اصلا نمیدونیم واقعا که کدومش درسته، کدومش راحته، کدومش بهتره، کدومش اگه ماشین بخریم کدومش مثلا چقدر تغییر میکنه نظرمون و خیلی مسئله دیگه. ولی خب یه مسئله، آها، یه چیزی که علی داشت توضیح میداد من یادم اومد، بچه باربیکیو کردن اینجا واقعا دردسر، بخاطر اینکه واقعا مثلا میچسبه، بخاطر اینکه هوا سرده و واقعا راحت هم واقعا میچسبه. ببری یه جوجه بذاری روی زغال و اینجا گوشت و مرغ به نسبت ارزونه، یعنی کیفیت خوبی هم داره، ولی مشکلش اینه که الان شما نمیتونین جایی برین و این کارو بکنین، یعنی نمیتونین برین تو پارک یا برین توی محوطه ای اونجا راحت بتونیم باربیکیو کنی و مثلا آتیش روشن کنی. خونه هم نمیتونی اگه آپارتمان باشه. آره، اگه آپارتمان هم باشه تو بالکن نمیتونی این کار رو بکنی. همه چی ممنوعه، به خاطر اینکه حالا تو بالکن میگن خطرناکه و حالا امکان آتیش سوزی هست، دیوکسید کربن پخش میشه. آره، سنسور دیوکسید کربن دارن صدا میده، ولی خود تو خونه باشه تو حیاتتون راحت میتونی این کار بکنی. میگم حتی شما مسافرت هم میرین پشت ماشین اگه باربیکیو بذارین جایی نیستش که بخواید باربیکیو کنین، مگه اینکه برین لبه یه ساحل پیدا کنین که اونم ساحل. باید اجازه داشته باشه، یعنی آره، باید گفته باشن که اجازه یه ساحل عمومی باشه که اجازهش وجود داشته باشه که این کارو کنین، وگرنه به مشکل می‌خورید. خلاصه که ما درگیریم، اگه شما راه حلی دارید لطفاً به ما بگین و بگین که اگه شما بودین چیکار می‌کردین، اگه شما اصلا الان توی همچین شرایطی هستین چه چیزی رو انتخاب کردین و چرا. بخاطر اینکه من احساس میکنم که همفکری کسایی که این کار کردن و یا همفکری بقیه که اصلا چی تو فکرشون میگذره و چرا خیلی میتونه دید آدم به زندگی بیشتر کنه و وسیع‌تر کنه و خیلی همراهی جذاب تریه. آره، به نظر کامنت کنین پایین اگه ویدو. سوالی هم دارید در مورد خونه خریدن اینجا بگید، من فکر میکنم که ما خوب کاور کردیم. مثلا شما در نظر بگید گفتیم 100 تا چه 350 تا،
ولی یادتون باشه که اگه بخواید یه خونه 350 تایی بخواید، حداقل باید چقدر دپازیت بذارید؟ 10%. 10% یعنی میشه حداقل 35,000 تا. و یه چیز دیگه، 6 ماه گذشت، 6 ماه قبل اصلا نباید هیچ چیز برگشتی داشته باشید. اگه مثلا قبض اینترنت برگشت خورده باشه، هر چیزی برگشت خورده باشه، بهتون وام نمیدن. و اینکه حداقل باید یه میزان اجاره مشخصی داشته باشید. اگر که اون میزان اجارتون کم باشه، بهتون وام نمیدن. اینا مسائلیه که خیلی زیاد اهمیت داره توی وام گرفتن. قراردادتون باید فول تایم باشه، باید پرمننت باشه، باید داخل ایرلند باشه تا بهتون وام بدن. آره، قرارداد تمام وقت و دائمی باید داشته باشین. به علاوه این که شما اگر که پرداختی داشته باشین، 3 سال گذشتهتون رو بررسی میکنن. پرداخت مشکوک نباید داشته باشین، نباید هزینه مثلا یهو رفته باشین یه جایی، مثلا در طی یه سفر خیلی کوتاهی، مثلا 2 روزه یا مثلا 5000 یورو هزینه کرده باشی. میگن این آدمیه که ممکنه هر لحظه زندگیشو بازه، مثلا داره، آره مثلا رفته کازینو، ممکنه رفته شرط بندی کرده، ممکنه یهو یه شب بره الکل بخوره. بچه اینا اینجا این چیزا خیلی مشکل ساز میشه. مثلا یهو یه شب یه آلارم پول بدی الکل، اینا واقعا دردسر میشه توی وام گرفتن خونه، چون همه چی هم ترک میشه و همه چی هم توی رکورد بانکیتون ثبت میشه و مشخص و شفافه. کلا توی اروپا خیلی بد مواظب حساب بانکیتون باشید. خلاصه که منتظر نظراتتون هستیم. کامنت بذارین، از هم دیگه هم به ما جواب بدین و نظرتون رو بگین، خوشحال میشیم. همین که با بقیه نظرتون رو شیر کنین و ببینین کی چی دوست داره. خیلی به یه مقدار خیلی زیادی شخصی، یه مقدار زیادیش هم همین منطقیه که سبک سنگین کنیم خونه کجا باشه بهتر. حالا دلتون خوب باشه، روزگارتون خوش باشه، روز خوبی داشته باشین. ممنون که سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستین و برای هم دوستاتون بفرستین. خدافظ.